سلام، من نجمه هستم. به کانال من خوش اومدین. امروز میخوام براتون راجع به اتفاقها، واکنشها و مهارت مواجه با اونها صحبت کنم. اگه ویدیو قبل در رابطه با اتفاقها و واکنشها رو ندیدین، لطفاً روی لینک بالا کلیک کنین، اون ویدیو رو تا انتها ببینین و بعد تا آخر این ویدیو با من همراه باشین. اتفاق ها رو نمیشه تغییر داد، اما واکنش ها رو میتونی تعیین کنی. خیلی اوقات ما زمین میخوریم، ولی مهم اینه که زمین گیر نشیم. شکست بخوریم، اما بازنده نباشیم. ما در خیلی از اتفاقات نقشی نداریم. پس اگه جایی هستی که تحت فشاری، اگه بشکنی نابود میشی. اما اگه طاقت بیاری و صبر کنی و تا لحظه آخر تحمل کنی و خودتو سازگار کنی با مشکلت، الماس میشی. در طی تکامل قوی ترین ها باقی نمیمونن، بلکه این سازگار ترین ها هستند که باقی میمونن. هیچ وقت نپرسید چرا من؟ چرا این مشکل برای من پیش اومده؟ چرا این اتفاق برای من افتاده؟ بگید حالا چجوری حلش کنم؟ خیلی از مشکلات ما زمانی به وجود میاد که از قبل براش فکری نکردیم و در واقع آمادگی لازم رو نداشتیم. یعنی به جای پیشگیری قبل از مشکل، حالا که مشکل به وجود اومده باید درمان کنیم، در حالی که همیشه پیشگیری به درمان اولویت داره. آدم ها معمولا سه دستن. دسته اول اهل پیشگیری هستن، دسته دوم بعد از پیش اومدن مشکل به فکر راه حل هستند، و دسته سوم رفتار مسکنی دارن. یعنی فقط با مسکن به صورت موقت حالشون رو خوب میکنن. به این دسته میگیم آدمهای بی‌مهارت. پیشگیری کار آدمهای زرنگ و عاقله. اونی که قبل از سکته میره ورزش برای پیشگیری، اونی که قبل از ازدواج و رویارویی با چالش‌ها پیش مشاور رفته و آگاهه، اونی که قبل از زلزله ساختمونش رو محکم ساخته، والدی که قبل از مواجهه با چالش‌ها دورهای فرزندپروری رو گذرونده، و در آخر اینکه مدیریت استرس. یعنی ما به امید بهترین‌ها هستیم، اما خودمون رو برای بدترین‌ها آماده می‌کنیم. من باز هم در کنار شما هستم با ویدیوهای بیشتر. لطفاً توی کامنت ها برام بنویسین که بیشتر دوست دارین چه ویدیوهایی و در چه موضوعاتی براتون تهیه کنم. اگه این ویدیو رو دوست داشتین رو لایک کن، و حتی اگه دوستش نداشتی علامت دیسلایک رو برام بزن و منو سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی هم بهت نشون داده بشه.